کسب و کارهای نوپا حوزه آموزش چه خبره آقای کرمی؟ بعد از اینکه داستان کرونا تو کشور پیش اومد، اگه در جریان باشید، ما یک کمپینی رو راه انداختیم تحت عنوان کرونا پلاس. کرونا پلاس بیشتر به حوزه آیتی، استارتاپ های حوزه آیتی میپرداخت. یک سری از استارتاپ ها و شرکت هایی بودن که توی داستان کرونا متضرر شده بودن، کارشون رو داشتن از دست میدادن. یک سری شرکت ها هم بودن که رشد خوبی داشتن، چون مردم با شعار در خانه بمانیم بیشتر به اینها رجوع کرده بودن. خب کرونا پلاس شکل گرفت که این داشته ها و این مسائل رو مورد بررسی قرار بده، ببینیم برای اونایی که در آستانه در واقع تحمل مشکلات هستن چه کمکی میتونیم کنیم، یا به اینهایی که در آستانه رشد هستن چه کمکی بیشتری رو میتونیم کنیم. این همافزایی هم ثمرش به مردم برسه. معمولا مخاطبای برنامه نسیم دانش که پیامک میزنن، معاونت این فناوری رو به عنوان یک بخشی از دولت که آغوش بازی برای کسب و کارهای نوپا داره شناختن. درست. اما در سایر بخش‌های دولت چقدر این آغوش باز هست برای کسب و کارهای نوپا، مخصوصا آموزش که الان بچه‌ها مدرسه نمیرن تقریبا؟ خب میدونید که یک چیزی در کشور ما طی این سال‌ها شکل گرفته که ما بهش میگیم اکوسیستم فناوری و نوآوری یا زیست بوم نوآوری. این زیست بوم توسط جوان‌ها کارش رو شروع کرده، یک حرکت توفندی رو آغاز کرده. تقریبا میتونم بگم که هیچکی جلودارش نیست. نوآوری لاجرم در جامعه ما ساری و جاری داره میشه و این جوونا هستن که تو هر کاری ورود پیدا میکنن، هم خلاقیتشون، هم تواناییشون، هم نوآوریاشون به اضافه فناوری هایی که به کمک میگیرن داره خودشون نشون میده. مردم از فناوری و نوآوری تسهیلگری رو میخوان، شفافیت رو میخوان، ارزان سازی دارای کیفیت رو میخوان و خدمات بهتر. خب میرن به این سمت. حالا اگر وزارت خونه های ما، اگر نهادهای حاکمیتی ما از این موضوع استقبال کنن، این تعامله و این تغییر به نفع نوآوری با آرامش و با لذت صورت میگیره. اگر نه مقاومت کنن، حتما در مقابل این نوآوری ها شکست میخورن و این لاجرم هست که مردم و آحاد جامعه از نوآوری و فناوری استقبال میکنن.